شکست تنها فرصتی برای شروعی دوباره است. درس 11. گریختن و شکست خوردن. او نتوانسته بود به مدت 26 سال بدهی کارت اعتباری خود را پرداخت کند. او 25 بار در جستجوی شغل بود. او 18 بار از کار خود اخراج شد. او مدت 26 سال کار کرده بود تا بتواند به حقوق سالانه 22,000 دلار دست یابد. او اغلب به اوقات با کوپن امرار معاش میکرد و در ماشین میخوابید. احتمالاً با خود میگویید اگر این کتاب درباره موفقیت است، چرا دائما در مورد کسانی صحبت میکنید که شکست‌های بسیاری در زندگی خود داشتند؟ دلیل این کار را به شما خواهم گفت. شکست هایی که در قسمت بالا به آنها اشاره کردم به مجری معروف نمایش تلویزیونی سالی جسی رافائل مربوط می شود. مشاهده می کنید که سالی علی‌رغم وجود موانع از رویای کودکی خود یعنی گویندگی دست نکشید. او حاضر بود بارها و بارها شکست بخورد تا بتواند به موفقیت دست یابد. در نهایت سالی جسی رافائل میلیون ها دلار به دست آورد و به عنوان یک مجری تلویزیونی موفق از آن لذت میبرد. همه اینها به این دلیل است که او با وجود شکست های متوالی نگرش مثبت خود را حفظ کرده بود. شروع داستان. چگونه می توان تصور کرد فردی مانند سالی جسی بتواند مدت 26 سال شکست ها را تحمل کرده و به راه خود ادامه دهد؟ اگر به دوران کودکی خود نیز نگاهی بیندازید، متوجه می شوید که شما نیز در مقابل شکست های متوالی بسیار انعطاف پذیر بودید. زمانی را به خاطر بیاورید که قصد داشتید دوچرخه سواری یاد بگیرید. احتمالاً برای شروع کار از چرخهای کمکی استفاده کردید. سرانجام هنگامی که چرخهای کمکی را از دوچرخه جدا می کردید، نمی توانستید تعادل خود را به خوبی حفظ کنید. تلاش می کردید بتوانید تعادل خود را حفظ کنید. ممکن بود بارها از دوچرخه افتاده باشید و حتی خودتان را هم زخمی کرده باشید. در آن زمان درس مهمی در مورد شکست فرا گرفته بودید. هنگامی که تمرین می کردید احتمالاً یکی از والدین شما را همراهی دستورات لازم را به شما گوش زد و همچنین تشویقتان می کرده و هنگامی که تعادل خود را از دست می دادین هم مراقبتان بوده. شما می ترسیدید اما همچنان هیجان زده بودید. شما به موفقیت خود فکر می کردید. به این فکر می کردید که چه زمانی می توانید بدون کمک دیگران دوچرخه سواری کنید. بنابراین هر روز تمرین می کردید و سرانجام مهارت لازم را در دوچرخه سواری به دست آوردید. چه ویژگی هایی باعث شدند که بتوانید در یادگیری دوچرخه سواری موفق شوید؟ سرسختی و تکرار مداوم باعث انجام این کار شد. شما مصمم و بدون توجه به مدت زمان یادگیری قصد داشتید که این کار را انجام دهید. باور شما این بود که برای دستیابی به هدف خود مشتاقانه عمل کنید، حتی اگر زمان زیادی هم طول بکشد. در پایان اجازه دهید تأثیر تشویق کردن را نیز فراموش نکنید. همیشه می دانستید که والدین شما کنارتان هستند، از شما حمایت می کنند و علاقه زیادی به موفقیتتان دارند. شما به عنوان یک کودک 6 ساله که در حال فراگیری دوچرخه سواری است، برای مواجه شدن با چالش ها و مشکلات زندگی مثبت اندیش، هیجان زده
و مشتاق بودید و می دانستید که در نهایت موفق خواهید بود. اما این موضوع به سالها قبل باز می گردد. اگر اشتیاق خود را از دست ندهید، موفقیت از شکستی به شکست دیگر حاصل خواهد شد. گذشته و حال. اکنون اجازه دهید به این موضوع بپردازیم که بزرگسالان چگونه مهارت‌های جدید خود را توسعه می‌دهند. آیا با خود فکر می‌کنید که آنها این کار را به واسطه مثبت‌اندیشی، اشتیاق یا هیجان برای مواجه شدن با موانع و مشکلات انجام می‌دهند؟ همه ما می‌دانیم که پاسخ این سوال منفی است. فرض کنیم از یک گروه بزرگسال درخواست کردیم تا برنامه نرم افزار جدیدی را بیاموزد یا اینکه جایگاه خود را در شرکت عوض کنند. پاسخی که اکثر آنها می‌دهند چه خواهد بود؟ سعی می‌کنند از انجام کار امتناع ورزند. اعتراض می‌کنند. برای پرهیز از کار بهانه تراشی می‌کنند. به توانایی های خود شک دارند، واهمه دارند. چه اتفاقی برای آن کودک 6 ساله‌ای که سرشار از شور و نشاط و حس کنجکاوی بود افتاده است؟ او چگونه برای یادگیری چیزهای جدید به فردی نالان و شاکی تبدیل شده است؟ اکثر ما به عنوان افرادی بزرگسال نسبت به نظرات و افکار دیگران بیش از حد نگران و دچار تردید می شویم، زیرا بر این باور هستیم که ممکن است از جانب آنها مورد تمسخر و سرزنش قرار بگیریم. در سن 6 سالگی آموختیم که برای یادگیری مهارت جدید نباید تسلیم شویم. افتادن از دوچرخه چیز بدی نبود، اما زمانی که بزرگتر شدیم دریافتیم که افتادن و زمین خوردن چیز بدی است، علی‌رغم اینکه این موضوع بخشی مهم برای گسترش روند اهدافمان است. همانطور که در درس 10 اشاره کرده‌ام، ممکن است امتحان چیزهای جدید چندان خوشایند نباشد، حتی ممکن است به نظر ترسناک هم برسد، اما اگر از اهداف خود چشم پوشی کرده و به نظرات و افکار دیگران توجه کنید، به خودتان صدمه زده اید. برای شکوفایی مهارتی جدید با دستیابی به هدفی منطقی باید مسئولیت انجام کار را بپذیرید. حتی اگر با افکار و واکنش‌های منفی مواجه شوید، افراد موفق آموختند برای دستیابی به موفقیت باید شکست را تجربه کنند، در حالی که ممکن است از شکست خود لذت نبرند، اما آن را امری ضروری در مسیر دستیابی به پیروزی می انگارند. گذشته از اینها، برای اینکه در هر کاری مهارت لازم را به دست آورید به زمان، تلاش و نظم نیاز دارید. علاوه بر این، برای مقابله با هر نوع سختی و دشواری آماده باشید. بزرگترین اشتباهی که فرد مرتکب می شود این است که از انجام دوباره آن اشتباه واهمه داشته باشد. شکست هایی که موجب می شوند ثروتمند شوید. این بخش را با ذکر داستانی از یک بازیکن بیسبال حرفه‌ای شروع می کنیم. امروزه بازیکنی که بتواند از هر 10 بار نوبت فقط 3 بار ضربه را صحیح به اتمام برساند جزء برترین بازیکنان محسوب می شود و با وجود آمار 70% شکست در 1 سال چندین میلیون دلار دریافت می کند و بدون تردید به هنگام اوج شدن مورد تمسخر طرفداران هم قرار می گیرد. تماشای بازی بازیکن بیسبال مارک از تیم سنت لوئیس چقدر لذت بخش بود. او بازیکن فوق‌العاده‌ای بود. اما آیا می دانستید مارک در سال 1998
با وجود زدن 70 ضربه 155 بار اوت شده است. او 457 بار ضربه داشته است و 1259 بار هم اوت شده است. دفعات اوت شدن او تقریبا 3 برابر بیشتر از ضربات صحیحش بودند. زمانی که از شما درخواست کنم بهترین بازیکن بسکتبال را نام ببرید، نام چه کسی به ذهنتان خطور می کند؟ حدس می زنم پاسخ بسیاری از شما مایکل جردن است. من هم او را انتخاب می کنم. اجازه دهید آمار بازی او را با شما به اشتراک بگذارم. میزان پرتاب مایکل جردن 50% بود. به عبارتی دیگر نیمی از پرتاب‌های او با شکست مواجه می‌شد. البته این قواعد تنها به ورزش ختم نمی‌شود. می‌دانیم که ستارگان فیلم و شخصیت‌های رسانه با شکست ناآشنا نیستند. تعداد زیادی از هنرمندان برای بازی در بخشی از فیلم 10 تا 15 سال وقت صرف می کنند و با مشکلات بسیاری مواجه می شوند و زمانی که به موفقیت دست می یابند هم هرازگاهی شکست گیشه را تجربه می کنند. شبی که جری از دانشکده فارغ التحصیل شده بود، اولین اجرای کمدی خود را به صورت حرفه‌ای آغاز کرده بود. اجرای او در کلوب شهر نیویورک برگزار می‌شد. او موفق شده بود هنگامی که در رابطه با این موضوع از او سوال کردند، اظهار داشت خیلی احساس وحشتناکی بود، اما او تسلیم نشد. او اجرای کمدی خود را به طور منظم ادامه داد. او 5 سال بسیار سخت را سپری کرده بود. او در سال 1981 به اجرای نمایشی دعوت شد که جانی کارسون نیز در آن حضور داشت. این موضوع فرصت بسیار خوبی را در راه تحقق اهدافش به دنبال داشت. خلاصه کلام این که تمامی این افراد دریافتند که برای رسیدن به موفقیت باید سرسخت و صبور باشند. اگر به تلاش، کوشش و هماهنگی خود با محیط ادامه دهید، موفق خواهید شد. برای تحقق اهداف خود باید با مخاطبین زیادی در ارتباط باشید و افراد با استعداد زیادی را ملاقات کنید. به واسطه شکست جسارت پیدا می کنید. قصد دارم در مورد افرادی صحبت کنم که نویسندگان مجموعه داستان‌های انگیزشی بودند. آنها تصور می‌کردند تقریباً 3 ماه طول می‌کشد تا بر سر چاپ کتاب با ناشر به توافق برسند. پاسخ اولین ناشر منفی بود. پاسخ دومین ناشر هم منفی بود. پاسخ سومین ناشر هم منفی بود. آنها طی 3 سال 33 بار با مخالفت روبرو شدند. فکر می کنید چه کاری انجام دادند؟ آنها کتاب خود را به ناشر دیگری واگذار کردند. پاسخ ناشر 34 مثبت بود. بعد از 33 بار شکست متوالی، آن پاسخ مثبت موجب کسب موفقیت در چاپ کتابی تحت عنوان سوپ جوجه برای روح شد که با همکاری جک کانفیلد و مارک ویکتور نوشته شده بود. اگر در 5 سال گذشته به کتاب فروشی ها رفته باشید، مطمئن هستم که این کتاب را دیده اید. فرصت خوبی است که یکی از مجموعه کتاب های سوپ جوجه را مطالعه کنید. مجموعه کتاب های سوپ جوجه برای روح بیش از 30 میلیون جلد فروش داشته است. همه اینها به این دلیل است که نویسندگان کتاب برای دستیابی به موفقیت
و تحقق اهدافشان بارها و بارها شکست خوردند. چه چیز باعث شده بود جک و مارک بتوانند 33 بار در برابر شکست مقاومت کنند؟ نگرش آنها دلیل تحقق این امر بود. اگر این افراد دارای نگرش منفی بودند، بعد از اولین و دومین پاسخ منفی تسلیم می شدند و فرصت ارزشمندی را از دست می دادند. اما نگرش آنها با وجود شکست های پی در پی مثبت باقی ماند. داشتن نگرش مثبت چه ارزشی دارد؟ در مورد این داستان نگرش مثبت بیش از 10 میلیون دلار ارزش دارد و هنوز هم از اهمیت بالایی برخوردار است. موفقیت یک شبه حاصل نمی شود. داستان دیگری که می خواهم برایتان تعریف کنم در مورد مجری موفق رادیو راش لیمباف است که شکست های بسیار زیادی را تحمل کرده بود. راش سالها با دستمزد بسیار پایین کار می کرد و قبل از اینکه فردی موفق شود مورد تمسخر دیگران قرار می گرفت. بعد از گذشت 12 سال کار دشوار در رادیو خود را وادار کرد تا از این حرفه دست بکشد. راش در سال 1979 با حرفه رادیو خداحافظی کرد و مدت 5 سال فروشندگی کرد. این 5 سال بسیار ناراحت کننده و دشوار بود، زیرا او مناسب این کار نبود. راش در سال 1983 دوباره به رادیو برگشت. بنابراین زمانی که به کاری مشغول می شوید چیزی به نام شکست وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد این است که بعضی از افراد موفقیت بیشتری نسبت به دیگران دارند. شکست بدان معنا نیست که به انتهای خط رسیده اید و موفقیت غیر ممکن شده است. تنها زمانی که موفقیت غیر ممکن می شود زمانی است که تسلیم شوید. تسلیم شدن مرحله نهایی است، اما با تلاش مداوم، مسئولیت پذیری و پشتکار می توانیم به موفقیت دست یابیم. هرگز تسلیم نشوید. در اوایل سال 1990 مالک شرکت میدوست برای تحقیق درباره برنامه‌های سخنرانی، محصولات و کتاب‌ها با دفترمان تماس گرفت. من با او تلفنی صحبت کردم و بیدرنگ اطلاعات لازم را برای او فرستادم. زمانی که برای پیگیری نتیجه مذاکرات با او تماس گرفتیم، او اظهار داشت که هنوز هم در حال فکر کردن است و تصمیمی نگرفته است. اوایل هر هفته با او تماس می گرفتیم، اما خبری نبود. سپس ماهی یک بار با او تماس گرفتیم، باز هم خبری نبود. طی یک دوره زمانی با این فرد متشخص تماس گرفتیم. من دائما برای او خبرنامه و اعلامیه می فرستادم. هر کاری که انجام می دادیم با شکست مواجه می شد. اما در بهار سال 1998 یکی از نمایندگان شرکتش با دفتر ما تماس حاصل کرد و از من درخواست کرد که در یکی از جلسات فروش آنها برنامه انگیزشی خود را ارائه دهم. زمانی که شخصاً با مالک شرکت ملاقات داشتم او گفت من تحت تأثیر سرسختی شما قرار گرفتم. شخصی از جانب دفتر شما سالها با شرکت ما تماس می گرفت و هرگز تسلیم نمی شد. البته سالهای زیادی را با شکست مواجه شدیم، اما این شکست ها زمانی که به موفقیت دست یافتیم ارزشمند شدند. سوالات کلیدی: اگر در کار خود به نتیجه دست نیافتید
یا اینکه به خاطر شکست‌های بسیار ناامید شده اید، سوالات زیر را از خود بپرسید. 1. آیا برنامه زمانی غیرمنطقی دارم؟ شاید انتظار دارید که پله‌های ترقی را به سرعت طی کنید و خیلی زود به موفقیت دست یابید. موفقیت غالباً پله به پله و کم کم حاصل می شود و شما نمی دانید که مدت زمان پیشرفت و رسیدن به مرحله بعد چقدر است. بنابراین صبور باشید و سعی نکنید روند کاری خود را با دیگران مقایسه کنید. شما نسبت به بعضی از افراد جلوتر و از بعضی دیگر عقبتر هستید. نگرش خوب خود را حفظ کنید. متعهد شوید. خود را با شرایط وفق دهید و منتظر نتیجه باشید. 2. آیا به راستی نسبت به انجام کاری متعهد شده ام؟ آیا برای دستیابی به هدف خود به شدت مشتاق هستید؟ میل و اشتیاق شما در کاری که می خواهید انجام دهید لازم و ضروری است. شما باید قبل از تحقق اهدافتان تمامی افکار منفی را از خود دور کنید. البته اگر به کاری که می خواهید انجام دهید علاقمند باشید، راحت تر می توانید مسئولیت انجام آن را به عهده بگیرید. بنابراین به دنبال اهدافی باشید که به آنها علاقه دارید و افکار منفی را از خود دور نگه دارید. 3. آیا عوامل ناامید کننده بسیار زیادی اطراف مرا فرا گرفتند؟ عدم موفقیت می تواند موجب ناامیدی شود. به همین دلیل است که باید با افرادی معاشرت داشته باشیم که از ما حمایت کرده و ما را باور دارند. اگر با افرادی منفیگرا که به شدت منتقدند و هدف خاصی برای زندگی خود ندارند معاشرت کنید، انرژی و هیجانتان تحلیل خواهد رفت. بنابراین گروهی از افرادی را کنار خود داشته باشید که مشوق و راهنمای شما در رسیدن به موفقیت باشند. 4. آیا برای دستیابی به موفقیت آمادگی دارم؟ کسب موفقیت علاوه بر تلاش و کوشش به آمادگی هم نیاز دارد. آیا سعی کرده اید برای تحقق هدف خود همه چیز را بیاموزید؟ این موضوع بدان معنا است که شما نیاز دارید برای تحقق هدف خود کتاب‌های زیادی را مطالعه کنید، به نوارهای صوتی گوش دهید، در دوره‌های آموزشی شرکت کنید و در زمینه کار خود با افراد موفق در ارتباط باشید. بدان معنا که برای کسب مهارت بیشتر از مربی یا مدرس کمک بگیرید. افراد موفق دائما به مهارت‌های خود شدت و حدت می‌بخشند. آن دسته از افرادی که ناموفق هستند بدون داشتن برنامه‌ریزی یک اشتباه را تکرار می‌کنند. بنابراین سعی کنید همیشه در حال یادگیری باشید. این حقیقت را بپذیرید که همه چیز را نمی دانید و به دنبال منابعی باشید تا شما را راهنمایی کرده و به سوی اهدافتان پیش ببرند. 5. آیا به راستی تمایل دارم که شکست بخورم؟ قبول کنید که شکست امری اجتناب ناپذیر است. قبل از اینکه به موفقیت دست یابید، با شکست مواجه خواهید شد. با تمام وجود می دانیم که تجربیات ارزشمندمان در نتیجه شکست های ما حاصل شدند. شکست برای رشد و تکامل لازم و ضروری است. صادقانه با شکست روبرو شوید و آن را بخشی از روند
موفقیت خود قلمداد کنید. در نتیجه شکست به واسطه قدرت شما مغلوب می شود. واقعیت این است زمانی که از شکست واهمه نداشته باشید به راحتی در مسیر موفقیت قرار می گیرید. شکست را همانند امری اجتناب ناپذیر تصور کنید که موجب می شود در مسیر موفقیت و تحقق اهداف خود قرار گیرید. شکست را به موفقیت تبدیل کنید. شکست خوردن موجب می شود تجربیاتی را به دست آورید که هدایتگر کارهایی می شوند که باید انجام دهید. هرگز سعی نکنید از شکست فرار کنید. با این روش شما ریسک نخواهید کرد و به نتایج قابل قبولی نیز دست نخواهید یافت. طبق گفته یکی از بزرگان، ممکن است شکست خوردن موجب ناامیدیتان شود، اما اگر به تلاش خود ادامه ندهید نابود می شوید. ممکن است فروش بالایی نداشته باشید و از هر سرمایه گذاری درآمد کافی کسب نکنید. زندگی مملو از فراز و نشیب‌های بسیار زیاد است. این موضوع حتی شامل افراد موفق هم می شود. افراد موفق می دانند که قبل از راه رفتن سینه‌خیز می رفتند و قبل از دویدن راه می رفتند. با پیدایش هر هدف تازه شکست‌های جدیدی نیز ایجاد می شوند. این انتخاب شماست که با شکست و ناامیدی ها همانند گرفتاری و مشکلات زودگذر برخورد کنید یا اینکه آنها را به عنوان موانعی حل نشدنی بپذیرید. اگر سعی کنید از شکست های خود تجربه کسب کنید و روی هدف مورد نظر متمرکز شوید، به موفقیت دست خواهید یافت. اگر به افراد دیگر کمک کنید تا به خواسته های خود دست یابند، می توانید به هر چیزی که در آرزوی آن هستید برسید. درس 12. شبکه سازی مؤثر ایجاد کنید تا به نتیجه برسید. هنگامی که در پاییز سال 1990 با روزنامه نگار مستقل استیو ملاقات داشتم، تأثیر فوق‌العاده‌ای روی کسب و کار من داشت. اجازه دهید داستان را برایتان تعریف کنم. در سال 1992 استیو بولتن خبری را تحت عنوان تفکر و رشد غنی ارائه داد. استیو بر این عقیده بود که داستان تغییر شغل من در صفحه اول بولتن نوشته شود. همزمان با این موضوع با خبرنامه دیگری به توافق رسیدم که قصد داشت کتاب نگرش همه چیز است را در نشریه خودشان به فروش برساند. خبرنامه بیاندیشید و ثروتمند شوید بعضی از مقالات من را در نشریه خودشان عرضه کرده بود. در نتیجه از جانب مخاطبین تماس هایی دریافت می کردم و تا جای ممکن از قرار ملاقات ها دوری می گزیدم. روزی از جانب یکی از مشترکین که جیم نام داشت نامه ای دریافت کردم. جیم ساکن نیویورک بود. ما دوستان خوبی شده بودیم. جیم مرا به نشریه و منابع کتاب های بین المللی معرفی کرد. در این سازمان ناشرین کتاب‌هایی که همکنون مطالعه می‌کنید حضور داشتند. راستی جیم با همت خودش دو کتاب بسیار ارزشمند تحت عنوان کتابی کوچک برای داشتن زندگی بهتر و دیگری زندگی عوض کردن لباس نیست منتشر کرد. همه این پیشامدهای خوب به دلیل معاشرت با استیو، سپس شبکه بولتن خبری
تفکر و رشد غنی و در نهایت به واسطه معاشرت با دنبان ایجاد شده بود. قدرت شبکه سازی و معاشرت با افراد مناسب فوق‌العاده است. اگر حق انتخاب با شما باشد، دوست ندارید زودتر به نتیجه مناسب برسید؟ شبکه سازی یا معاشرت قدرت شما را مضاعف کرده و دسترسی به نتایج را تسریع می کند. هر چقدر روابط محکمتری ایجاد کنید، فرصت‌های بیشتری برای موفقیت به دست خواهید آورد. اگر مثبت اندیش باشید، دیگران تمایل دارند زمان بیشتری را با شما سپری کنند. فواید ایجاد روابط یا شبکه سازی. سطح موفقیت شما در نتیجه برقراری ارتباط و معاشرت با دیگران بالا می رود. شما نمی توانید به تنهایی و بدون کمک دیگران به موفقیت دست یابید. به همین دلیل است که روابط یا شبکه سازی از اهمیت بالایی برخوردار است. اجازه دهید طبق مطالب و هدفی که این کتاب در پیش گرفته است، واژه شبکه سازی را تحت عنوان گسترش روابط با افرادی برای کسب منافع مشترک مورد خطاب قرار دهیم. مزیت‌های واژه شبکه سازی در زمینه کسب و کار از قرار زیر است. مشتریان و رهبران کسب و کار زیادی را ایجاد می کند. فرصت‌های شغلی بسیاری را فراهم می آورد. کمک می کند تا افراد مناسبی را برای موقعیت‌های حساس انتخاب کنید. اطلاعات و منابع ارزشمندی فراهم می آورد. کمک می کنند تا مشکلات به راحتی حل شوند. در قسمت زیر به مزیت‌های شبکه سازی در حوزه فردی اشاره کردم. با معرفی دوستان جدید موجب می شوید تا روابط اجتماعیتان محکمتر شود. به شما کمک می کند تا با افرادی که از نظر اخلاقی، فرهنگی و فلسفی متفاوت هستند آشنا شوید. اطلاعات و منابع ارزشمندی را برایتان فراهم می کند. موجب می شود روحتان تکامل پیدا کند. اکنون که در مورد مزیت‌های شبکه سازی اطلاعات لازم را به دست آوردیم، این سوال به ذهنمان خطور می کند. برای اینکه بتوانیم کارایی شبکه خود را افزایش دهیم، باید چه کار کنیم؟ اجازه دهید به 16 تکنیک کارآمد که یافتم بپردازم. برای راحت تر شدن موضوع، آنها را به 4 بخش مجزا اما مرتبط با هم تقسیم می کنم. 1. نگرش و عمل. 2. ارجاعات. 3. ارتباط. 4. پیگیری کردن. نگرش و عمل. 1. اجرایی کردن نگرش کارآمد. هنگامی که از روابط صحبت می شود، همه چیز به نگرش باز می گردد. اگر فردی مثبت اندیش و مشتاق باشید، افراد تمایل دارند زمان بیشتری را با شما سپری کنند. آنها به شما کمک خواهند کرد. اگر فردی منفی‌گرا و آزاردهنده باشید، مردم از شما دوری می‌جویند و مردد هستند تا شما را به دوستان و همکارانشان معرفی کنند. 2. در گروه‌ها و سازمان‌ها به طور فعال شرکت کنید. ایجاد یک شبکه کارآمد و برقراری روابط به برپایی جلسات بیشتری نیاز دارد. باید به خودتان ثابت کنید که برای پیوستن به گروه زمان و تلاش کافی را به کار خواهید برد. چه نوع کارهایی را می توانید انجام دهید؟ برای شروع می توانید به صورت داوطلبانه
در انجمن یا بخش خدمات به عنوان مسئول یا اعضای هیئت مدیره حضور به هم رسانید. هنگامی که دیگر اعضا مشاهده کنند که آستین همت را بالا زده و به انجام کاری مشغول شده اید، برایتان احترام قائل می شوند. آنها می توانند از مهارت‌ها، شخصیت، ارزش‌ها و نگرش‌های افراد گروهتان نکات لازم را بیاموزند. اجازه دهید برای چند لحظه به داستان استیو بازگردیم. او مایل بود تا با شرکت‌های تبلیغاتی ارتباط برقرار کند. بنابراین در سال 1994 به کلوپ تبلیغاتی جزیره لانگ ملحق شد. استیو سریعاً در جلسات گروهی حضور یافت. هنگامی که آنها برای پروژه‌های مختلف درخواست داوطلب می‌کردند، استیو دست خود را بلند می‌کرد. او روابط بسیار خوبی داشت. 6 ماه از شروع کار او نگذشته بود که فردی نزد او آمد و گفت: ما چیزهای خوبی در مورد شما شنیده ایم. شما بسیار سخت‌کوش و پر انرژی هستید. آیا مایل هستید به اعضای هیئت مدیره ما بپیوندید؟ همانطور که حدس می‌زنید، استیو درخواست آنها را پذیرفت و طی چند ماه شاهد رشد چشمگیری در کسب و کارش شد. در اوایل سال 1999 استیو اظهار داشت که بیش از 50% از افراد کسب و کار فعلیش می توانند دنبال روی افرادی باشند که در کلوپ تبلیغاتی لانگ ملاقات کرده بود. و همچنین اظهار داشت که افراد می توانند با شبکه سازی کارآمد در مدتی کوتاه به نتایج بزرگی دست یابند. 3. به افراد دیگر در شبکه خود خدمت کنید. خدمت کردن به دیگر افراد در ایجاد شبکه و کسب منفعت از آن امری مهم و ضروری است. ممکن است به این موضوع فکر کنید که چگونه این کار را انجام دهم، در صورتی که باید این گونه فکر کنید: انجام این کار چه نفعی برای من دارد؟ اگر به جای اینکه به عنوان فردی بخشنده وارد کار شوید، همواره فردی داوطلب باشید، نمی توانید از دیگران انتظار کمک داشته باشید. بهترین روش برای جاری شدن چیزهای خوب به سمت شما این است که بیش از حد به افراد کمک کنید. چگونه می توانید به افراد دیگر شبکه خود خدمت کنید؟ این کار را با هدایتگران کسب و کار یا کاربران با استعداد آغاز کنید. به علاوه زمانی که مقاله یا اطلاعات ارزشمندی را مشاهده کردید که ممکن است مورد علاقه فردی در شبکه‌تان باشد، بدون معطلی این مطالب را برای او ارسال کنید. افراد خودخواه به چیزی نمی رسند. افراد سخاوتمند به همه چیز دست می‌یابند. زمانی که به شبکه سازی‌های کارآمد می‌اندیشم، اولین فردی که به ذهنم خطور می‌کند مارک لی است. مارک برای مالکین کسب و کار و فروشندگانی که قصد داشتند تجارت خود را رونق دهند و فروش بیشتری در کالا و خدمات خود داشته باشند، جلسه ای را برگزار کرده بود. مارک را به افراد زیادی معرفی کردم. می دانید دلیلش چیست؟ او فردی با استعداد و آماده به خدمت است. او فردی است که به خاطر تشویق و کمک به راه اندازی کسب و کارم خود را به دردسر انداخت. مارک مرا با دیگر اعضای شبکه‌اش آشنا کرد. این افراد در موقعیتی قرار داشتند که می توانستند به من کمک کنند. او مطالب مرا در جلسات خود ارائه می داد. مارک فردی سخاوتمند و بخشنده است و به همین دلیل دیگران تمایل دارند به او کمک کنند و یکی از دلایل رشد و ترقی کسب و کار او هم همین موضوع است. آیه‌ای در کتاب مقدس می‌گوید: بخشنده باشید تا به همه چیز دست یابید.
واقعیت نیز همین است. ارجاعات 4. اگر به شخصی مراجعه کردید، اطمینان حاصل کنید که آن شخص نام شما را به عنوان فردی اجرایی ذکر کند. قاطع باشید. فرض کنید برای اینکه بخواهید نزد طراح گرافیک جین جونز بروید، باید به جان اسمیت مراجعه کنید. شما ممکن است به جان بگویید لطفاً با جین تماس بگیرید و به او بگویید که من از جانب شما آمدم. حتی ممکن است با جین نیز تماس گرفته به او بگویید که تماسی از جانب جان اسمیت دریافت خواهد کرد. سپس زمانی که با جین ملاقات کردید، به یاد داشته باشید از او در رابطه با تماس جان و مضمون گفتگوهایشان اطلاعات کسب کنید. هدف شما این است که به جین یادآور شوید که در جستجوی او بودید و برای کمک به او آماده اید. 5. سختگیر باشید. با هر فردی که ملاقات می کنید ارتباط برقرار نکنید. برای وقت خود ارزش قائل شوید. مراجعه کردن به هدایتگران بی کیفیت تأثیر خوبی روی شما نخواهد داشت. از خود بپرسید که آیا فردی که قرار است به او ارجاع داده شوید برای شبکه شما ارزشمند است یا خیر. به خاطر داشته باشید در رابطه با اعضایی که به کار می گیرید کیفیت مهم است نه کمیت. ارتباط 6. شنونده خوبی باشید. آیا تا کنون با فردی ارتباط داشته اید که دائما درگیر کسب و کارش باشد و به خودش فکر کند و سراغی از شما نگیرد؟ همه ما با افرادی که دائما منم منم می کنند روبرو شده ایم. این گروه از افراد آخرین نفراتی هستند که مایلید به آنها کمک کنید. بنابراین سعی کنید در گفتگوهای خود روی جزئیات شخصیت افراد متمرکز شوید. به آنها اجازه دهید در رابطه با حرفه و علایق خود صحبت کنند. در مقابل به عنوان فردی مسئول، نگران و باهوش همه چیز را متوجه خواهید شد. تصمیم میگیرید با خود خلوت کنید. قبول دارم که کار دشواری است، اما جواب میدهد. 7. هر روزگاهی با دوستان خود تماس بگیرید، فقط برای اینکه آنها متوجه شوند برایشان اهمیت قائل هستید. زمانی که فردی با شما تماس بگیرد و بگوید سلام، داشتم به تو فکر میکردم و گفتم تماس بگیرم حالت را بپرسم، اوضاع احوالت چطور است؟ شرط می‌بندم که به شدت ذوق خواهید کرد. اگر موضوع به همین سادگی است، چه دلیل دارد که این کارها را به دفعات زیاد انجام ندهیم؟ هر روزگاهی سعی کنید با افراد شبکه خود تماس بگیرید، احوالشان را جویا شده و بگویید که آنها را حمایت و تشویق خواهید کرد. کار درست همین است. شما برای اینکه توجه خود را به آنها نشان دهید با آنها تماس می گیرید، زیرا این همان روشی است که دوست دارید انجام دهید. من در ماه دسامبر با مشتریان ویژه تماس می گیرم که مدتها از آنها بی خبر بودم. تعداد زیادی از این افراد سالها بود که چیزی به شرکت ما سفارش نداده بودند. تماس من امیدوار کننده و برنامه من دوستانه است. از آنها بابت کسب و کاری که در گذشته در اختیار من قرار داده بودند تشکر می کنم و حال فردی و حرفه‌شان را جویا می شوم. اگر کسب و کار از طریق این گونه تماس ها ایجاد شود بسیار عالی می شود و اگر این گونه نشود اصلا خوب نیست. اگر به موفقیت دیگران کمک کنید، می توانید به بهترین و سریعترین نحو به موفقیت برسید. بعد از گذشت سالها، تأثیر برقراری تماسها را در کسب و کار خود مشاهده کردم. فردی خواهد گفت من می خواهم محصولات بیشتری سفارش دهم، یا اینکه شرکت ما قرار است در 6 ماه آینده جلسه فروش برگزار کند و آنها تمایل دارند شما ارائه دهنده مطالب باشید. لطفاً آگاه باشید که قصد من تقلب یا روشی برای فروش نیست.
من از این افراد انتظار ندارم تا شغلی برای من در نظر بگیرند. من واقعاً برای چگونگی انجام کارشان اهمیت قائل هستم. در کسب و کار برقراری تماس‌های مجدد بسیار کارآمد است. 8. سعی کنید از فرصت‌هایی که حین ملاقات با افراد به دست می‌آورید بهره‌مند شوید. شما می‌توانید در هر جایی ارتباطات خوبی ایجاد کنید. برای مثال می‌توانید در باشگاه یا صف سوپرمارکت این کار را انجام دهید. شما نمی‌توانید و نمی‌دانید هر دانه‌ای که بابت ایجاد روابط ارزشمند می‌کارید چه موقع به بار خواهد نشست. زمانی که آخر هفته به باشگاه می‌روم، همیشه پیراهنی را می‌پوشم که روی آن نوشته شده است: همه چیز به نگرش باز می‌گردد. این عبارت روش خوبی برای برقراری ارتباط و نزدیک شدن با افراد است. این موضوع باعث می شود فرصتی پیدا کنم تا از آنها چیزهایی بیاموزم و در مورد شرکت خودم هم صحبت کنم. 9. با همه افراد رفتاری عادلانه داشته باشید و فقط در پی برقراری ارتباط با افراد قدرتمند و با نفوذ نباشید. متکبر نباشید. ممکن است فردی که ملاقات می کنید از دوستان یا بستگان شما باشد، کسی که می تواند از کالا و خدمات شما بهره مند شود. بنابراین زمانی که در جلسه یا مهمانی با فردی صحبت می کنید، تمام توجه خود را به او معطوف کنید. لطفاً به من قول دهید جزو آن دسته از افرادی نشوید که در پی گفتگو با افراد مهم و با نفوذ هستند. این موضوع به شدت مرا ناراحت می کند. اگر شما در حال گفتگو با فردی هستید که توجهش به فرد دیگری است، آن شخص بر این عقیده است که جایگاه فرد مورد نظر از شما بالاتر است. بنابراین او دیگر به سخنان شما گوش نمی دهد. ناگهان مکالمه را قطع کرده و برای شروع گفتگو به سراغ فرد مورد نظر می رود. شما این کار را انجام ندهید. سعی کنید با افرادی که روبرو می شوید با ادب و با احترام رفتار کنید. 10. در جلسات و سمینارهای خود با افراد مختلفی ملاقات کنید. سعی کنید با افراد مختلفی معاشرت کنید. برای بخشی از جلسات گفتگو با دوستان بسیار خوب و عالی است، اما اگر برای ملاقات با افراد جدید تلاش کنید بهره بیشتری خواهید برد. در سال 1994 برای حضور در کنگره سالانه انجمن سخنرانان ملی به واشنگتن رفتم. به جای اینکه نهار را در کنار دوستان خود صرف کنم، در کنار افرادی نشستم که آنها را نمی شناختم. در این حین با خانمی آشنا شدم که نام او جان برگ بود. شروع به صحبت کردیم. شرکت او که شرکتی فعال نیز بود، برنامه های آموزشی بسیار خوبی را برای مدیران اجرایی شرکت های حرفه‌ای اجرا می کرد. این موضوع بیانگر این مطلب است که جوان نیز به عبارت همه چیز به نگرش باز می گردد اعتقاد دارد. در طول 5 سال گذشته جوان از محصولات همه چیز به نگرش باز می گردد سفارش داد و آنها را بین شرکت کنندگان برنامه های آموزشیش توضیح کرد. علاوه بر این جوان توضیح آثار ادبی مرا نیز در برنامه های خود قرار داد که این موضوع درآمد بسیاری را برای کسب و کار من به ارمغان آورد. از همه مهمتر این که جوان دوست فوق‌العاده‌ای برای من شد. خیلی خوشحال هستم که در آن روز کنار دوستانم ننشستم، وگرنه چنین فرصت طلایی را از دست می دادم. 11. با اشتیاق از منطقه امن خود خارج شوید. برای مثال اگر می خواهید با فردی ملاقات داشته باشید، آن را انجام دهید. ممکن است دچار تردید شوید و با خود فکر کنید شاید فرد بسیار مهمی باشد و یا اینکه برای صحبت با شما وقت نداشته باشد. حتی اگر به خاطر انجام این کار دچار استرس شده باشید، خود را وادار کنید و با آن فرد ارتباط برقرار کنید. انجام این کار با گذشت زمان برایتان آسان می شود.
12 از خود بپرسید که چه چیز می‌خواهید. با کمک کردن به دیگران اکنون حق دارید برای خودتان درخواست کمک داشته باشید. خجالت نکشید. اگر برای به خدمت گرفتن افراد در شبکه خود بهترین کارها را انجام دهید، آنها با اشتیاق بیشتری به سوی شما باز می‌گردند. پیگیر باشید. 13. بعد از اولین ملاقات خود، متن انگیزشی را برای شخص ارسال کنید. فرض کنید برای صرف شام به مکانی رفته اید، با افراد جدیدی آشنا شده اید. سعی کنید در روز بعد متن کوتاهی برای همان اشخاص ارسال کرده و به آنها بگویید که از صحبت و ملاقات با آنان لذت برده اید. بعضی از مطالب مربوط به خودتان را نیز زمینه متن ارسالی کنید. شاید این قبیل اطلاعات مورد علاقه آن اشخاص باشد. مطالبی از قبیل نام تجاری، مجله یا کارت حق عضویت. به آنها اطلاع دهید که اگر به کمک احتیاج داشتند، شما در حد توان به یاری آنها خواهید شد. سعی کنید یادداشت را 48 ساعت بعد از اولین ملاقات ارسال کنید. بنابراین تا زمانی که تنور داغ است نان را بچسبانید. 14. از ارائه مقالات و اجرای قوی تقدیر و تشکر کنید. اگر سخنرانی جالبی شنیدید یا مقاله خوبی مطالعه کردید، برای سخنران یا نویسنده یادداشتی ارسال کرده و به او بگویید که چقدر از کارش لذت برده و چیزهای آموزنده یاد گرفته اید. البته تعداد افرادی که این کار را انجام می دهند 1% است. شما همان 1 نفری باشید که این کار را انجام می دهید. در برخورد با افراد رفتاری محترمانه و با وقار داشته باشید. منظور من این نیست که بگویم سخنرانان و نویسندگان افراد خاصی هستند که باید مورد پرستش واقع شوند. نکته اینجاست که سخنرانان و نویسندگان شبکه بزرگی از افراد را دور هم جمع می کنند و صنایع مختلفی را ارائه می دهند. شبکه‌ای که ممکن است مورد استفاده شما نیز قرار گیرد. 15. زمانی که مطالب آموزشی یا ارجاعی را دریافت می کنید، سعی کنید همیشه یادداشت تشکر برای آن فرد ارسال کرده یا اینکه تماس گرفته و از او سپاسگزاری کنید. اگر تمایل دارید اطلاعات ارزشمند و مطالب ارجاعی بیشتری دریافت کنید، این توصیه را جدی بگیرید. اگر از آن فرد به حد کافی تقدیر نکنید، ممکن است در آینده برای شما کاری انجام ندهد. 16. کارت ها و نامه های تبریک ارسال کنید. اگر یکی از اعضای شبکه تشویق یا پاداش دریافت کرد و یا اینکه موقعیت دیگری را جشن گرفت، برای مثال ازدواج کردن یا متولد شدن کودک، پیام تبریک کوتاهی برای او ارسال کنید. همه دوست دارند که مورد توجه واقع شوند، اما هنوز هم افراد کمی وجود دارند که این کار را انجام می دهند. در فکر دیگران بودن موجب می شود مشهور شوید. فرستادن پیام تسلیت یا هدیه یاد بود در زمانی که یکی از بستگان اعضا از دنیا رفته نیز قابل تقدیر و ستایش است. شبکه خود را راه اندازی کنید. نکاتی که در قسمت بالا و در رابطه با شبکه سازی بیان شده اند، تنها بخش کوچکی از موضوع را تشکیل می دهند. شما باید عقاید و نظرات جدید خودتان را ارائه دهید. چگونه؟ باید به کتابخانه یا کتاب فروشی بروید و در جستجوی کتاب هایی درباره شبکه سازی باشید. به کارهایی که دیگر افراد انجام می دهند توجه کنید و تا جایی که ممکن است خود را با نظرات آنها تطبیق دهید. به خاطر بسپارید که راه اندازی شبکه به زمان زیادی نیاز دارد.
و نمی توانید به سرعت به نتیجه برسید. بنابراین صبور باشید. پایه های روابط خود را محکم کنید و آن را گسترش دهید. برای اینکه به پاداشی بزرگ دست یابید باید سخت تلاش کنید. نکته پایانی مهارت های عالی شبکه سازی نمی توانند جایگزین این شوند که در حوزه مطالعاتی خود بهترین باشید. ممکن است فردی فوق‌العاده باشید، اما اگر در کاری که انجام می دهید مهارت لازم را نداشته باشید و دائما در پی یادگیری نباشید، تلاش و کوشش شما به نتایج ناراحت کننده منجر می شود. اکنون باید دست به کار شوید. بعضی از روش های شبکه سازی که در اینجا ذکر کرده ایم را انتخاب کرده و هرچه سریعتر عمل کنید. در نتیجه گروهی مجهز را در اختیار خواهید داشت و در راه رسیدن به موفقیت به شما کمک کنند. برای اینکه بتوانید موقعیت خود را تغییر دهید، ابتدا باید تفکری متفاوت داشته باشید. نتیجه گیری با تغییر نگرش خود زندگیتان را متحول سازید. 16 نوامبر سال 1998 کشور فیلیپین شهر مانیل تقریبا در شرف اتمام سخنرانی خود برای افرادی بودم که از 20 کشور مختلف آمده بودند. چه موهبت بزرگی نصیب من شده بود. افراد زیادی در بین هزار وجود داشتند که برای معرفی خودشان نزد من آمده بودند و بابت اینکه به شهرشان سفر کرده بودم و قواعد مربوط به تغییر در زندگی را با آنها به اشتراک گذارده بودم قدردانی می‌کردند. زمانی که همه افراد اتاق را ترک کردند و مشغول جمع کردن وسایلم بودم، چیزی باعث شد که دست نگه دارم. به آمفی‌تئاتر خالی نگاهی انداختم. من 8000 مایل از کشور خود دور شده بودم. باید خودم را نیشگون می گرفتم تا مطمئن شوم که این اتفاقات رویا نیستند. به سال 1985 بازگشتم. زمانی که افسرده و ناراحت روی صندلی خانه نشسته بودم، از شغل خود به عنوان یک وکیل متنفر بودم و برای اینکه بخواهم اوضاع را تغییر دهم چیزی به ذهنم خطور نمی کرد. اکنون در پاییز سال 1998 در کشور فیلیپین هستم و برای مردم سراسر دنیا سمینارهای انگیزشی برگزار می کنم. با خود فکر می کنم این اتفاق چگونه رخ داده است؟ پاسخی که به صورت زنده و شفاف به ذهنم خطور می کند این است که نگرش خود را تغییر دادم. مشاهده می کنید که با تغییر نگرش می توانید آتشی در دنیا بپا کنید. پر انرژی شده اید. قادر هستید امکانات جدیدی را مشاهده کنید. وارد عمل می شوید. به نتایج فوق‌العاده‌ای دست می یابید. به همین دلیل است که می گوییم وقتی نگرش خود را تغییر دهید، زندگی خود را متحول می سازید. حال اگر بخواهم با شما کمی مزاح کنم، می توانم بگویم که اتفاقات 14 سال گذشته من راهی برای موفقیت های من بوده است. از اینها که بگذرم باید بگویم که در این راه شکست ها و دشواری های بسیار هم داشتم، اما اصول مربوط به موفقیت که در این کتاب به آنها اشاره کردم به من جسارت، راهنمایی و قدرت داد تا بتوانم رو به جلو حرکت کنم. طوری رفتار کنید که گویی غیر ممکن است شکست بخورید. کنترل زندگی خود را در دست بگیرید. به شما پیشنهاد می کنم برای مطالعه این کتاب وقت بگذارید. مطالعه این کتاب نشان می دهد که شما مشتاق هستید تا توانایی های خود را شکوفا سازید. مطالعه این کتاب اولین قدم برای به وجود آوردن زندگی است که در آرزوی آن هستید. زمانی که روی این نظرات تمرکز کرده و آنها را اجرا کنید، در مسیری قرار می گیرید که می توانید پیشرفت های قابل توجهی را در زندگیتان رقم زنید. احتمالاً
آمارهایی را دیده اید که در آن فقط 5% از افراد به درجه بالایی از موفقیت دست یافتند. دلیل این موضوع چیست؟ بعد از 14 سال تحقیق دلیل این موضوع را دریافتم. افراد کمی وجود دارند که اصول موفقیت موجود در این کتاب را در برنامه روزانه خود به کار گیرند. افراد کمی وجود دارند که دائما دارای نگرش مثبت بوده و از واقعیت این موضوع آگاهی داشته باشند. افراد کمی وجود دارند که مراقب کلام خود باشند و بدانند که ذهن خود را برای موفقیت یا شکست آماده می کنند. افراد کمی وجود دارند که جرأت پیدا کنند با ترس‌های خود مواجه شوند و نمی دانند که برای شکوفایی توانایی‌های خود باید کارهایی را انجام دهند که از آن واهمه دارند. افراد کمی وجود دارند که بدانند به دنبال هر سختی خوشبختی وجود دارند و در نهایت افراد کمی وجود دارند که متعهد و در پی نگرش مثبت بوده و برای انجام به نحو احسن کار خود سرسخت باشند. من شما را برای پیوستن به جمع این افراد کم به چالش دعوت می کنم. توانایی شما بیشتر از آن است که تصور می کنید. ویژگی خاصی در شما نهفته و نگرش کلیدی برای شکوفا شدن استعدادهایتان است. تغییر در نگرش موجب می شود زندگی خود را متحول سازید. اگر نگرش مثبت باعث ایجاد معجزه در زندگی من شده است، پس برای شما نیز می تواند معجزه آسا باشد. قصد دارم جملات ارزشمند دکتر چارلز را با شما در میان بگذارم. دکتر به ارزش نگرش و اینکه چگونه می تواند نظاره‌گر مسیر زندگی ما باشد پی برده بود. هرچه بیشتر عمر می کنم بیشتر به اهمیت و ارزش نگرش در زندگی پی می برم. از نظر من نگرش نسبت به حقایق از اهمیت بالاتری برخوردار است. نگرش از گذشته، آموزش، پول، موقعیت، اشتباهات، موفقیت‌ها، افکار و سخنان دیگران مهمتر است. نگرش نسبت به ظاهر، موهبت‌ها و مهارت‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. نگرش می‌تواند باعث آبادی یا ویرانی شرکت، کلیسا و حتی خانه شود. نکته قابل توجه در این است که همه ما با توجه به نگرش خود حق انتخاب داریم. نمی توانیم گذشته را تغییر دهیم. نمی توانیم حقایقی که در آن افراد کار خود را انجام می دهند تغییر دهیم. نمی توانیم امری اجتناب ناپذیر را تغییر دهیم. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که نگرش خود را حفظ کنیم. می دانم که 10% زندگی وقایعی هستند که برای من اتفاق می افتند و 90% دیگر واکنش من نسبت به این وقایع است. در نهایت تصمیم با خودتان است. بدانید که ما در مقابل نگرش های من مسئول هستیم. این سخنان واقعا تاثیرگذارند. اینطور نیست کاری را انجام دهید که چارلز توصیه کرده است. روی چیزی متمرکز شوید که مالک آن هستید و آن چیز نگرش شما است. اکنون زمانی است که باید نگرش خود را کنترل کنید. اکنون زمانی است که باید معجزه‌ای در زندگی شما رخ دهد. به راه خود ادامه دهید، خودتان را باور داشته باشید، جسور باشید و سرسختانه رویاهای خود را دنبال کنید. از همه مهمتر این که هرگز فراموش نکنید همه چیز به نگرش باز می‌گردد. امیدوارم خداوند بزرگ در این را حافظ شما باشد.